بینندگان گرامی سلام، شما بیننده برنامه ساعت مطالعه می باشید. واژه توسل دوبار در قرآن آمده. این واژه به معنای تقرب جستن، منزلت جستن و نزدیک شدن به خدا به کار رفته. کسانی که شرک را به معنی تعلق و توسل به غیر خدا تفسیر می کنند، حرفشان تنها در صورتی صحیح است که ما برای ابزار موجود اصالت و استقلال قائل شویم، وگرنه چنانچه آنها را وسائلی بدانیم که به مشیت و اذن الهی ما را به نتیجه می رسانند، از مسیر توحید خارج نشده ایم و اصولاً زندگی بشر از روز نخست بر اساس استفاده از ابزار موجود استوار بوده و پیشرفت علم و صنعت نیز در همین راستا صورت گرفته و می گیرد. اما سوال، تقی الدین سبکی از بزرگان اهل سنت در این باره چه می گوید؟ وی در کتاب شفاء الاسقام درباره توسل مطالبی داره که با هم مطالعه می کنیم. توسل و یاری طلبی و تشفع از پیامبر به خدا امری نیک می باشد و جایز بودن آن از اموری آشکار و معلوم در نزد هر دینی می باشد و از سیره معروف در بین انبیا و مرسلین و گذشتگان صالح و علما و عوام مسلمین بوده و هیچ یک از ادیان آن را منکر نشده و در هیچ زمانی در این مورد مطلبی به گوش نرسیده تا زمان ابن تیمیه که با حرفهایش ضعیفان را گمراه کرد و بدعتی که در هیچ دورانی نبوده در دین نهاد.